تصور کنید طلبی از یک نهاد دولتی دارید. به آنجا سر میزنید که طلبتان را بگیرید. برای بیش از 3 سال کارتان به تاریک ترین اتاقهای نهادهای اطلاعاتی میکشد. داستان مازیار ابراهیمی داستانی است پر آب چشم. نخستین بار چهره او در تلویزیون ایران دیده شد در میان مستندی درباره ترور کسانی که ایران دانشمندان هسته‌ای‌اش می‌خوانند. همان تصویر آشنای اعتراف تلویزیونی. تصویر بعدی اکنون است، مردی که خودش را به آلمان رسانده تا زندگی تازه ای را آغاز کند. اما آنطور که خودش میگوید، تأثیرات جسمی و روحی آنچه از سر گذرانده بسیار جدی است. در میانه راه چه اتفاقی افتاده را ژیار گل برای ما روایت کرد این هفته. الان اینجاست ژیار که بیشتر در مورد این گزارش به ما بگه. ژیار، گزارش طولانی بود و جزئیات بسیار تکان دهنده ای داشت از رفتاری که با این افراد شده که یکی دو نفر هم نیستن، ولی تو فقط این آقا رو پیدا کردی. یه مقدار در مورد این که او رو چطور پیدا کردی و چطور داستان آغاز شد به ما بگو. مازیار خودش ببخشی با من تماس گرفت و از طریق یه دوستان روزنامه نگار و من ابتدا باور نکردم، چون که فکر کردم بالاخره اینا اومدن تو تلویزیون اعتراف کردن، به اسرائیل رفتن اعتراف کردن که دانشمندان اتمی رو کشتن و به خصوص مازیار گفته بود مسئول تیم ترور مهندس شهریاری و همچنین مسعود علی محمدی بوده. به همین جهت این برای من حتی یه نگرانی به وجود آورد که شاید این یک نقشه باشه منو بکشینن یه جا. به همین جهت من از طریق یکی از دوستان خبرنگار که تو آلمان بود گفت نه ایشونن و به حال تصویری باهاش صحبت کردم و چند نفر دیگه هم صحبت کردم، دیدم داستانی که میگن واقعا حقیقیه. و این تصویری که دیدی با اون تصویری که از تلویزیون ایران پخش شده بود متفاوت بود. خیلی بالاخره یک 7 سال گذشته بود از این تصویر، ولی خب همزمان هم فراموش نکنیم من میدونستم فقط این افرادی نبودن که دستگیر شدن اون موقع، چون خیلی از خانواده بقیه افرادی که دستگیر شدن بیش از 100 نفر بودن اون موقع با من تماس گرفته بودن که اگه ارتباطی دارم که کاری بکنن، که به هر حال اونا هم نگران بودن اعضای خانواده‌شون اعدام بشن. به همین جهت این باعث شد که من بیشتر تحقیق کنم ببینم واقعا آیا این فقط مازیار بیرونه یا همگی آزاد شدن، و مشخص شد با بچه‌هایی که از مستقیم و غیر مستقیم با این افراد تماس گرفتم، بعضی از اونها فقط کافی بود بری رو فضای مجازی تو اینستاگرام فیسبوکشون نگاه بکنید، یه عکسای تازه‌ای دارن و اکثر اونها از سال 2015 یعنی 4 سال پیش فعال بودن. دقیقاً تمام داده‌ها با گفته‌های مازیار مطابقت داشت. به همین جهت خب مازیار ابتدا نمی‌خواست واقعا صحبت کنه، یه نگرانی هایی داشت. من اونجا رفتم چند ماه پیش، 2 ماه قبل پیشتر مصاحبه رو ضبط کرده بودیم. نگران چی الان؟ خب به اونا وقتی که اومدن بودن بیرون، اتفاقا مازیار میگفت همون موقع به ما گفتن که باید اگه دهنتون رو باز کنید، یک نوع تهدید شده بودن، حتی گفته بود نری رو بی بی سی رو اونجور جاها همه جا صحبت بکنید. به هر حال تهدید شده بودن که هر کجای دنیا برید میام دنبالتون و ساکتتون خواهیم کرد. به همین جهت خیلی از اون بچه‌هایی که داخل ایران بودن وقتی که من تماس گرفتن، مثلا میگفتم آقای فلانی، و میگفت بله، من میگفتم ژیار گل گوشی رو قطع میکرد و بعدن از طریق دوستای کسای دیگه به من زنگ میزد کسی آقا منظورش بی ادبی نبود و واقعا نگرانه که حتی با شما صحبت کنه. این داستان، این که چطور این ماجرا در واقع میرسه به نقطه ای که اینها رو رها میکنن، داستان جالبی است که موضوع بحث امروز ما در این برنامه هم دقیقا به همین برمیگرده. این رقابت و اختلاف بین گروه های موازی اطلاعاتی در ایران که فقط در این پرونده هم نیست، در پرونده های مشابه هم دیدیم که باعث میشه که یک چیزایی برای ما بیرون از این پرونده ها روشن بشه. ببین حرفی که مازیار ابراهیمی زده به نظر من یک گنجینه است از جنبه هایی، چون که یک نوری رو میتابونه داخل سلول های بازجوهای اطلاعات ایران و میگفت حتی داخل خودشون اینا تو وزارت اطلاعات با هم رقابت میکنن. مثلا میگفت میومدن ما رو کتک میزدن، یه گروه دیگه واقعا متفاوت بودن، بعدشون میومد ما رو میزدن. میگفت مثلا پشت درها ما میشیدن اینا با هم جر و بحث دارن، مگه قرار نشده اینا رو نزنید، چرا دوباره اینا رو زدید؟ یا مثلا میگفت میومدن میگفتن بگو اون بازجویی که اومده، این آدرس این خانواده، بگو اون هم با شما اومده اسرائیل. به هر حال اونجا هم وقتی که من باهاش صحبت کردم بارها ما مصاحبه رو قطع کردیم، چون که میدونستم دستاش فشار میده، نمیتونست نفس بکشه. اون لحظات دوباره براش برمیگشت، حتی فیلمبردار من که انگلیسی بود میگفت اینو قطع کنیم بری بیرون یه نفس بکشی، پنجره رو باز کنی دوباره برگردی. به همین جهت من فکر میکنم داخل
فقط این رقابت در داخل بین دو تا دستگانی که البته بر اساس گفته هایی که مازیار و با چند نفر دیگه که من صحبت کردم یه تعدادشون هم بیرونن جا کشورهایی هستن که حاضر نیستن صحبت کنن و اونا هم میگفتن یک نوع رقابت هم در خود داخل وزارت اطلاعات بین جناح‌های مختلف هستش. متشکرم جیا جیارگل همکارم، و اگه گزارش جیا رو علاقمند هستید میتونید روی وبسایت ما برید هم مطلب جیا رو بخونید هم گزارش رو یک بار دیگه ببینید. اما همونطور که از جیا شنیدیم، این اختلاف و رقابت بین نهادهای مختلف اطلاعاتی در اینجا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به نوعی باعث شده که پرونده متهمان دانشمندان هسته‌ای به اینجا برسه، اونها تبرئه و آزاد بشن. در سال‌های گذشته پرونده‌های اینچنینی دیگه هم وجود داشته. امروز می‌خوایم نگاهی بکنیم به این پرونده‌ها و این نهادهای امنیتی. ایرج مستاقی رو دعوت کردیم، پژوهشگر مسائل سیاسی فعال حقوق بشر از استکهلم. آقای مستاقی بسیار با دقت به جزئیات اینجور پرونده‌ها می‌پردازند. و بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار از پراگ با ماست. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای مستاقی، شما خودتون در مورد این پرونده سال‌ها قبل نوشتید، قبل از اینکه این افراد حتی بتونن بیرون از ایران بیان شما گفتید که این اتفاق افتاده. میشه به ما بگید که از کی این ماجرا رو شما فهمیدید و چطور فهمیدید؟ با سلام خدمت شما مهمان گرامیتون و همچنین بینندگان عزیز، باید خدمتتون عرض کنم من از اولین لحظاتی که اینها دستگیر شدن و به تلویزیون اومدن در جریان این امر بودم، با خانواده های اینها ارتباط داشتم، جزئیات پرونده آقای مازیار ابراهیمی رو نوشتم، حتی خروجشون از ایران و لحظاتی که از ایران در خارج از کشور بودن در زمانهایی که اونها ادعا میکردن ایشون در ترورها دست داشته. من تاکید کردم که ایشون در اروپا بودن یا در واقع در مهمان داشتن، از اروپا مهمان داشتن. اینها رو من همون موقع تاکید کردم. و دیگرانی که آقای آرش خردکیش رو که اتفاقا ایشون رو هم به عنوان یکی از این کسا معرفی میکردن از رهبر و از مسئولین این ترورها، و همچنین بهزاد عبدالی و دیگرانی. الان نمیخوام به اون مسئله بپردازم چون من این رو به عنوان کتاب هم منتشر کردم، 7 سال روی این مسئله من تاکید کردم. اون موقعی که هیاهوی عجیبی مطرح بود در فضای مجازی، هم در رسانه‌های اروپایی آمریکایی و هم در فارسی زبان، که اسرائیل این عملیات رو انجام داده، من تاکید میکردم که این افراد بیگناه هم و دست سرویس امنیتی رو در این جنایات من میبینم با واسطه تجربه که داشتم. باید این رو خدمتتون عرض کنم، برخلاف اون چی که آقای مازیار ابراهیمی گفتن یا آقای جیارگرد به نقل از ایشون مطرح کردن یا سوال شماست، من مطلقا چنین اعتقادی رو ندارم که درگیری بین جناح‌های رژیم باعث شده که اینها آزاد بشن. درگیری بین جناح‌های اطلاعاتی اینها رو در واقع به طور معجزه‌آسایی باعث نجات اینها شده، مطلقا این گونه نیست. در واقع درست از زمانی، و اینو باز خدمتتون بگم، من تجربه زندان دارم، تجربه کار رو دارم و میدونم که دستگاه امنیتی پلیس خوب پلیس بد داره، و به خصوص بازجویان و جنایتکاران وقتی که با متهمین برخورد میکنن، به ویژه اونهایی که دیگه مستعصلن، اونهایی که به دنبال یک مفری هستن، همیشه به دنبال پلیس خوب میگردن. و بازجوها اینجا پلیس خوب دارن، پلیس بد دارن، بازی میکنن با روح و روان این زندانی ها و اونها راه فراری ندارن. و خیلی رجب آقای مستاقی، بحث ما اینجا اینه که این افراد متهم بودند به یک مسئله‌ای که میدونیم در ایران میتونست به اعدام ختم شه. آقای جمالی فشی رو اعدام کردن بابت همین پرونده چیز مشابهی. چه شد که اینا رها شدن؟ بحث ما اینجاست. آیا این همین این چیزی که آقای ابراهیمی میگه در صحبتاش با جیارگل این هستش که اینها دو گروه بودن، این گروهی که اومدن از اطلاعات سپاه گفتن امکان نداره تو تونسته باشی کار ملارد رو انجام بدی، اون فجار ملارد رو انجام بدی، در نهایت روشن شد که اصلا کل این پرونده رو هواست. شما میفرمایید که این غلطه. بله قطعا غلطه. این ادعا که یک اطلاعاتی فکر کنه در از اون موقع فکر کنه تا سال 92 93 فکر کنه که در واقع اینها ترورهای هسته‌ای رو انجام دادن، باید اون سرویس امنیتی، اون اطلاعات سپاه آدم ابلهی باشه. برای اینکه این عملیات ها رو رژیم مدعی بود که در هفته بسیج که موقع غلظت امنیتی در ایران بسیار بالا صورت گرفته، حتما که اطلاعات سپاه از لحظه اول ورود و خروج آقای، چون ورود و خروج فرودگاه در دست اطلاعات سپاه، اینها میدونستن این آقای مازیار ابراهیمی کی از ایران خارج شده، کی در ایران بوده، همه این اطلاعات رو داشتن. اینها بازی‌های امنیتی است. درست در زمانی که توجه داشته باشید
دولت تغییر کرد، سیستم یعنی وزارت اطلاعات تغییر کرد، عراقی مصلحی یک جنایتکاری که در رأس دستگاه امنیتی بود و اتفاقا آدم طائب بود. این رو هم خدمتتون عرض کنم، بیشترین هماهنگی در دوران مصلحی عراقی و طائب و همچنین محسنی اژه‌ای، یعنی مثلث محسنی اژه‌ای و مصلحی عراقی و طائب در اون دوران بوده، بیشترین هماهنگی اینا داشتن، دستگاه اطلاعاتی، دستگاه امنیتی، دستگاه قضایی و اطلاعاتی سپاه پاسداران. و این مسئله در دولت روحانی درست، ببینید وقتی دولت تغییر کرد اینا داشتن محاکمه میکردن، بارها از محاکمه توضیح گفتن، اینا رو محاکمه کردن، به چه ترتیب محاکمه کردن، حتی روز تحلیف گفتن. و بعدها باید اینو توجه کنید، در بهمن 93 برخلاف گزارش بی بی سی که تاریخ به نظر من اشتباه بود، تاریخ آزادی اینها، در بهمن 93، در اسفند 92، عذر میخوام، بهمن 92، اسفند 92 و فروردین 93 و مرداد 93، بنده در تاریخ شهریور 93، 8 شهریور 93 مقاله نوشتم و نوشتم که این رسوایی، آزادی این متهمان رسوایی دیگه‌ای برای خامنه‌ای و بیت رهبری و دستگاه اطلاعاتی، دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی. آقای قلی‌پور نظر شما چی هست؟ آقای مصداقی خیلی با دیده تردید به کل این ماجرا نگاه می‌کنند که این در واقع اختلاف دو نهاد اطلاعاتی باشه که ما الان از جزئیات این پرونده مطلع شدیم. ببینید، پرونده ترور دانشمندان حسی اولین رسوایی سیستم اطلاعاتی ایران نیست. یعنی ما وقتی که در 40 سال اخیر رو فعالیت سیستم های امنیتی و اطلاعاتی ایران رو وقتی بررسی میکنیم، دست کم من توی تحقیقاتم به 40 پرونده مهم امنیتی و اطلاعاتی دست پیدا کردم و رسیدم که سیستم های اطلاعاتی در واقع یا اختلاف داشتن سر این پرونده یا در مورد این پرونده ابهام هایی وجود داشته. در واقع این 40 اختلافی که در واقع 40 اختلاف مهمی هست و رسانه‌ای هم شده تقریبا از سال 60 شروع میشه و تا الان ادامه پیدا میکنه. یعنی ما وقتی که بخوایم فعالیت های سیستم های امنیتی ایران رو تقسیم بندی بکنیم، به طور مشخص به 4 دوره میتونیم تقسیم بندی کنیم. دوره اول از سال 60 تا 68 که در واقع سیستم های اطلاعاتی تقریبا با هم هماهنگ عمل میکنن، حوزهشون حوزه های ضد جاسوسیه، ما اختلاف های کمتری توشون میبینیم، هرچند پرونده هایی مثل پرونده آقای امیر انتظام، پرونده انفجار نخست وزیری و پرونده حزب جمهوری اسلامی جز به اون پرونده هایی هستش که همچنان ابهامش باقیه. از سال 68 یعنی بعد از پایان جنگ یا ابتدای دهه 70 که حفاظت اطلاعات پلیس شروع به کار میکنه تا سال 78 ما شاهد یک سری اختلاف ها و یک سری تنش های اطلاعاتی بین حفاظت اطلاعات پلیس هستیم، ناجا هستیم و وزارت اطلاعات که مهمترین پرونده توی این بخش بحث دستگیری شهرداران تهران بود در سال 77 که آقای نقدی که اون زمان رئیس حفاظت اطلاعات ناجا بود انجام داد و دولت واکنشون داد. بعد ما در سال 78 داریم این اتفاق رو که باز در کوی دانشگاه تهران بحث سپاه تهران به وجود میاد، به میان میاد و بحث پلیس حفاظت اطلاعات پلیس به میان میاد و قرائت های متعددی در مورد این واقع میشه که هنوز خیلی از در واقع ابعادش مبهمه. از سال 79 دوره سوم در واقع اختلاف ها و تنش های اطلاعاتی در ایران شروع میشه. یعنی مقطعیه که آقای خامنه‌ای در اون سخنرانی مشهورش رسانه ها و مطبوعات متهم میکنه به در واقع تلاش برای یک سری اقداماتی که با سیاست های کلان جمهوری اسلامی سازگار نیست و در اونجا ما شاهد هستیم که پای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و قوه قضاییه از سال 79 در واقع به میون میاد تا مقطع سال 88. بله. یعنی در این مقطع که پرونده بلاگرها و اینها همه در خواهد. بله. در این مقطع شما ببینید که دست بالا رو حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و قوه قضاییه داره و بعد از در سال 88 و تشکیل سازمان اطلاعات سپاه و
تا به الان ما دست بالا رو حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه میدونیم. درسته. و این در واقع نهادهایی که دست کم در این سه دهه اخیر در کنار وزارت اطلاعات احیا شدند و قدرت گرفتن، ریشه بسیاری از این اختلافاتی هستش که من اگه فرصت باشه حتما. فقط من میخوام یه چیزی رو اینجا روشن بکنیم. ما خیلی میشنویم بس خیلی از کسانی که مثلا در ایران فعالیت میکنن، فعالیت فرهنگی، روزنامه نگار هستن و نگران این هستن که به هر حال دستشون یعنی پاشون گیره نهادهای اطلاعاتی بیفته. خیلی ها میگن که خدا رو بهت رحم کنه گیره وزارت اطلاعات بیفتی، گیره نهادهای موازی نیفتی. توی این پرونده ما میبینیم که کاملا اتفاق برعکسی هست، یعنی که اون نهادی که در واقع اینها رو به این وضع دوچار کرده و یک پرونده سراسر به نظر دروغ ساخته خود وزارت اطلاعات است. به هیچ عنوان آیا میشه گفت که هیچ کدوم از این نهادهای اطلاعاتی بر دیگری ارجحیت داره به لحاظ شیوه ها و داستان پردازی هایی که ازشون سراغ داریم؟ آقای قلی‌پور اول شما بفرمایید. ببینید، بر اساس روایتی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته، ایشون آقای نقوی حسینی گفتن که فعالیت های ضد جاسوسی، نفوذ و مقابله با بیگانگان به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار شد. یعنی اگر ما صحبت ایشون رو معیار قرار بگیریم در کنار فعالیت‌های وزارت اطلاعات دست کم در این 6 سال اخیر، ما داریم می‌بینیم که بخش زیادی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های در مربوط به این حوزه توسط سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات سپاه انجام می‌گیره و اطلاعات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی تبدیل شده به یک پلیس انتظامی. یعنی این وزارت خونه الان داره با قاچاق سوخت مبارزه میکنه، صحیح. با قاچاق ارز در واقع مبارزه میکنه. یعنی شما این فرمایید بستگی داره کدوم دولت سر کاره که وزارت اطلاعات قدرت بیشتری داره یا نهادهای موازی، منظورتون اینه؟ بله، قطعا دولت ها بسته به اینکه چقدر به حاکمیت نزدیک باشن و زاویه داشته باشن، وزارت اطلاعاتشون در قدرت یا ضعیف بودنش قطعا بی تاثیر نیست. متوجهم. آقای مصداقی، نظر شما چیه؟ آیا میشه چنین تفاوتی قائل شد بین دولت ها؟ خیر، من چنین تفاوتی رو در واقع در کلیت نمی‌بینم. من اساسا نظام جمهوری اسلامی رو یک نظام در واقع ضد حقوق بشری، یک نظام جنایتکار می‌دونم و باندهای حاکم رو باندهای مافیایی می‌بینم. این رو توجه داشته باشید، وزارت اطلاعات بزرگترین جنایات رو سازماندهی کرده در این کشور. از کشتار 67 بگیرید تا بیاین انفجار در حرم امام رضا، در روز عاشورا، در حرم امن امام رضا، تلاش برای در واقع در انداختن اتوبوس نویسندگان ما و همچنین توجه داشته باشید کشتن کشیش ها. در جریان کشتن کشیش ها 3 زندانی مجاهد رو اینها در واقع از قبل باشون تحت عنوان مجاهدین ارتباط گرفته بودن و از اونا خواسته بودن که آقای میکائیلیان رو بیارن، میخوان باهاش دیدار کنن. ببینید، و بعد اونو کشتن و بعد دیدیم، ببینید تمام دستگاه نظام، ببینید تمام از وزارت اطلاعات تا سازمان زندانها تا دستگاه قضایی، آقای رهبرپور که قاضی دادگاه بود در جریان امر بودن. و این رو توجه داشته باشید، دولت آقای خاتمی تا سال 83 با اینا بازی میکرد، یعنی 5-6 سالی حداقل دولت خاتمی در رأس کار بود و این آدمایی که بیگناه بودن در زندان بودن. این ببینید، پس این رو بس داشته باشید. ولی در این که خب در یک زمان هماهنگی بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بیشتر تردیدی در این ماجرا نیست و این رو خواست تاکید کنم در دولت آقای احمدی نژاد هماهنگی کامل بوده. بله، آقای مصداقی، یه بحثی که در مورد اینها باز اینها رو متمایز میکنه از نسبت به پرونده های دیگه که ما سراغ داریم، بحث این هستش که به اینها غرامت پرداخت کردن. آیا شما یک همچین چیزی رو شنیده بودید در مورد پرونده های دیگری؟ نه، مطلقا در مورد هیچ پرونده من نشنیدم. فقط میدونم که وزارت اطلاعات برای کسانی که در ارتباط با ترور کشیش های مسیحی دستگیر شده بودن و اتهام دیگه شون انفجار در واقع حرم حضرت معصومه و آرامگاه خمینی بود، برای اینا بعد از آزادی خونه تهیه کرده بود، اجاره خونه رو وزارت اطلاعات میداد.
ببینید بنابراین حالا ممکنه اینا شیوه هاشون فرق کنه، ممکنه در واقع الان خواسته باشن بگن مثلا ما قانون مدار شدیم. نه، نظام جمهوری اسلامی این گونه نیست. شیوه های مختلفی رو ممکنه اینجا یا اونجا عمل بکنه، ولی خب میدونید که زندگی اینها رو نابود کردن. شما فکر میکنید الان آقای همه خانواده هایی که میومدن تبریک میگفتن، چه کسی الان جوابگو هست؟ خانواده قربانیان هسته‌ای که میومدن تبریک میگفتن، تمام ارکان نظام که میومدن تبریک میگفتن، از خود لاریجانی، برادران لاریجانی گرفته تا بالاترین سطوح، تا خود خامنه ای، این همه نعره های مرگ بر اسرائیلی که توی نماز جمعه ها میدن، چه کسی مسئولیت اینا رو داره؟ ولی آقای مصداقی اینو میپذیرید؟ حالا من سوالم از آقای قلی پور بپرسم، ولی به هر حال این اتفاق افتاده، یه عده‌ای در ایران ترور شدن، این آدم ها حالا چقدر درجه و مقامشون در پرونده هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران بالا بوده پایین بوده ما خیلی نمیدونیم، ولی میدونیم به هر حال کشته شدن و بسیاری میگن که این کار اسرائیل بوده، بعضی از مثلا روزنامه ها و مجلات خارجی همین رو نوشتن. این که دولت ایران، آقای قلی پور، یعنی نهادهای اطلاعاتی ایران نتونن واقعی در واقع اون مجرم واقعی رو پیدا کنن، یه عده رو به این عنوان بیارن تو تلویزیون، ازشون اعتراف بگیرن و بعد معلوم شه که اینا این کار رو نکردن، خودش یک بحث امنیتی جدیتری رو مطرح میکنه، اینطور نیست؟ بله همینطوره. ببینید نظام های اطلاعاتی در همه جای دنیا وقتی که با این دست از اتفاق روبرو میشن، در واقع تحت فشار قرار میگیرن که بتونن در سریع ترین زمان ممکن متهمین یا متخلفین رو شناسایی و بازداشت بکنن. بررسی عملکرد وزارت اطلاعات یا سیستم اطلاعاتی ایران به طور مثال در همین انفجار سال 73 حرم امام رضا نشون میده که اینها در واقع نتونستن کسی رو که عامل حالا اون انفجار بود یا اگر ما قائل باشیم کسی بود که خارج از سیستم بود این کارو کرد شناسایی کنن. بعد در نهایت به یک فرد به نام مهدی نحوی رسیدن. این آدم رو یک روزی توی تهران پارس بهش گفتن که تو آزادی، از زندان آزاد کردن و خیلی راحت کشتنش و بعد اعلام کردن که در واقع عامل انفجار در یک فرار توی تهران پارس کشته شده. یا مثلا در موضوع ترور آقای سید شیرازی، آقای یونسی 3 ماه بعد از ترور آقای سید شیرازی به طور رسمی اعلام کرد که متهم یا عامل ترور آقای سید شیرازی بازداشت شده. یک سال بعد فرزند آقای سید شیرازی مصاحبه کرد و صراحتا گفتش که عامل قتل پدر من در واقع دستگیر نشده. بعد از در واقع حمله گروه نظامی وابسته به ایران در عراق به کمپ اشرف که چندین نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند، رسانه‌های ایران تصویر یک زنی رو منتشر کردند و مدعی شدند که ایشون رهبر و عامل ترور سید شیرازی بوده. یا در واقع موردی که کاملا در واقع جدید هست، متعلق به چند ماه پیش هست، بحث انفجار اتوبوس کارکنان سپاه یا درجه دوم سپاه در اهواز بود که منجر به کشتن چند تا از در واقع اعضای سپاه اصفهان شد. در اون پرونده هم سپاه اقدام به بازداشت دست کم 4 عضو یک خانواده کرد و تقریبا 2 هفته بعد اقدام به آزادسازیشون کرد. بحث در واقع سپاه در اون زمان این بود که ما این افراد رو به خاطر در واقع ریسفیدی یا پادرمیونی در واقع علمای اهل سنت آزاد کردیم، در حالی که قبلش ادعا بر این بودش که اینها در واقع دست داشتن در این در واقع انفجار و کمک کردن به عوامل انفجار. یعنی میفرمایید که پرونده‌های مشابه زیادی هم هست که برای اینکه بگن که ما به نتیجه رسیدیم یک کسی رو اعلام میکنن و در واقع یا اعدامش میکنن یا به نوعی به هر حال اعلام میکنن به عنوان مقصر. بله، از این دست پرونده ها در سیستم امنیتی و اطلاعاتی ایران زیاد هست. آقای مصداقی بیشتر از من. دقیقا، من میخوام سوال آخر رو هم از آقای مصداقی بپرسم، حدود 1 دقیقه بیشتر وقت نیست. آقای مصداقی اگر کوتاه بفرمایید، با این حساب واقعا چقدر میشه اطمینان داشت به سیستم امنیتی ایران که موارد واقعی رو کشف بکنه؟ میدونیم به هر حال چنین تهدیداتی وجود داره برای ایران. ببینید من باید خدمتتون عرض کنم، هرچه که اینها
کشف نمی‌کنن قطعا کار خود دستگاه اطلاعاتی امنیتی است. کما اینکه شما ملاحظه می‌کنید چند سال الان دارن مردم رو می‌چرخونن سر اینکه چند دختری رو که روشون یک دونه اسید باشه، در این نه کار سرویس امنیتی بوده نه اسرائیل بوده نه فلان بوده، ولی کاملا مشخص امام جمعه پشتش بوده و این برای همین پرونده رو مختومه کردن علارغم تلاش دولت روحانی و نمیدونم وزیر اطلاعات و وزیر دادگستریش که همه امنیتی و اطلاعاتی بودن. ببینید همه این داستان ها برمیگرده به اینکه کار خود وزارت اطلاعات، اون جایی که پیدا نمیکنن عاملین رو، اون جایی که در واقع موضوع میمونه این کار دستگاه امنیتی است. ببینید کسی که عملیات انجام میده قطعا رد میذاره و قطعا میتونن برسن در هر کجای دنیا، اگر عملیاتی صورت بگیره رد میذاره و میتونن پیدا کنن عاملین رو. وقتی عامل رو پیدا نمی کنن شما مطمئن باشید کار سرویس امنیتی یا کار بخشی از نظامه. این یه بخشه. در ارتباط با موضوع آقای موضوعات متفاوتی مطرح شد، موضوع آقای سیار شیرازی قطعا توسط مجاهدین ترور شده بود و خانومی که در واقع عکسش رو نشون دادن ایشون یکی از مسئولین مجاهدین که این پروژه رو دنبال میکرده بود بوده و شایبه امنیتی اینها اساسا در این نیست، کما اینکه لاجوردی رو هم مجاهدین ترور کردن. این یه بحثه، ولی این چیزی که جنایات دیگری رو به نام اونها منتسب کنن که دستگاه امنیتی اطلاعاتی کارهای در واقع از این اقدامات زیاد انجام داده در سالهای گذشته یه بحث دیگه است. به سرویس امنیتی ایران و ادعاهاش مطلقا نبایستی اعتماد کرد. بارها افراد خارجی رو دستگیر کردن، حتی متی والوک رو دستگیر کردن، یک شهروند اسلوواکی سناریوهای احمقانه و ابلهانه رو رو سوار کردن که هیچ کدوم واقعیت نداشت. ممنونم آقای مستاقی، ممنونم آقای قلی پور. متاسفم که وقت کم بود برای این بحث جالب، وقت بیشتری نداریم. ممنون که شما با صفحه 2 همراه ما بودید.